علی کاظمی از روسیه با ما همراه شده. علی، دادگاه الکسی ناوالنی امروز در مسکو برگزار شد. چه موارد اتهامی برای او در نظر گرفته شده؟ قاضی چه حکمی صادر کرد؟ بله، الکسی ناوالنی منتقد سرشناس دولت روسیه که بیشتر فعالیت‌هاش در شبکات اجتماعی و افشا کردن بعضی موارد بود در روسیه که همیشه مقامات روسیه به تقلب و دروغگویی متهم می‌کردن. الکسی ناوالنی را در اواخر سال 2020 مسموم شد در یک پرواز، بعد از او به آلمان رفت برای تداوی، چند ماهی را در آلمان بود و بعد از تداوی در جنوری سال 2021 در زمان بازگشت خودش در فرودگاه شرمتوای مسکو دستگیر شد، دادگاه شد و بعد از او به چند سال حبس حکم دادن. در دادگاه قبلیش گفته شده بود که توهین کرده به یک افسر بازنشسته و همچنان به قاضی پرونده، و امروز بعد از سپری شدن تقریبا یک سال دادگاه الکسی ناوالنی برگزار شد و قاضی پرونده الکسی ناوالنی او را 9 سال حبس داده، 1.2 میلیون روبل هم جریمه نقدی کرده و همچنان در این حکم آمده که بعد از سپری کردن 9 سال حبسش یک سال محرومیت از آزادی داره و همچنان فعالیت‌های کاری در روسیه داره که یک سال دیگه هم به این حکم 9 ساله الکسی ناوالنی ذکر شده در حکمی که امروز قاضی پرونده الکسی ناوالنی داده. البته گفته شده که اجازه تجدید نظر به وکیل الکسی ناوالنی خواهد داد و اگر درخواست تجدید نظر در حکم داشته باشند میتونن درخواست بدن و در دادگاه‌های بعدی و بالاتر روی مواردی که وکیل الکسی ناوالنی اگر روی این حکم خواهان تجدید نظر باشه میتونن که قاضی پرونده گفته که میتونن که بررسی بکنن. بعد از فعالیت‌ها و بخصوص بعد از بحران در اوکراین، باز هم ناوالنی از درون حبس هواداران خودش درخواست کرد که درباره بحران اوکراین به خیابان‌ها برسن در نقاط مختلف مسکو و نشان بدن از اینکه ناراضی هستن از اتفاقاتی که در اوکراین داره میفته. در کشمکش بحران اوکراین امروز دوباره حکمی صادر شد و الکسی ناوالنی محکوم به این حکم شده. مرسی علی کاظمی، همکارم از یکاترینبورگ در روسیه همراه ما. مرسی.